گوش میکنیم. باقی تو این مرد که من دور من خدمتگزار حرم شریفم. من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم. مردی که پدر سوده شجریان هم پس یقشه بگیرین. شجریان میگه همه آخوندا خرن، از دم میگه روحانیت جمیعا خرن. نه گوش کن، دوبارم گوش کن. ایران آقای شرفچه، شما دیدم تو روزنامه بسیار منتشر کردین، مردم هر روز آخونده رو دارن میزنن. بعد الان این هیئت امنای روحانیت در ایران دیروز تصمیم گرفته که از این بعد لباس روحانیت ندن هر کسی بپوشه، چون از اون ور کتایی میخورن، از اون ور مردم که اینا رو میزنن، اینا خانواده جمعاً میان بیرون. جمعاً چند یکی از همه اینا که خیلی مشهور بود، همه شما میشناسیدش، ابله بود ولی اسمش دانشمند بود. دانشمندم اومد بوسید، فیلماش هست، منبر رو کنار که گذاش رفت کنار، خیلی های دیگه های شرف شدید. اینا رو باید به مردم گفت. ما این روشنگری رو باید بکنیم که مردم رو از دست سادات تازی، حزب سادات تازی نجات بدیم. حزب سادات تازی رهبرش الان علی خامنه‌ای است. در ایران اصولگرا، اصلاح طلب تو این حزب دوتاشون سر ما رو کلا میذارن با دعوای زریجون. تمام حزب بعث صدام حسین کلشون الان اینا در عراق حقوق دارن میگیرن، به جایی که پول بگیره از عراق، پولای نفت عراق بگیره، غرامت جنگی بده به جانبازان سرزمین من که دست و پا و چشم و گوش ندارن. تازه رفته اونجا به عمو سربازا دارن پول میده، پسر عموشن اونا. آقای عربستان پسر عموی علی خامنه‌ای، آقای شرفشاهی، اینو من با آگاهی شما نازنین برسانم، در عراق 70% مردم شیعه هستن، 70% مردم با ایران در جنگ جنگیدن. الان اونا با پول ایران در آسایش و رفاه بعد میان ایران، ایران رو فاحشه خونه کردن. بچه های جنگ من، چه مهدوی فره، چه جعفریه، چه مستان سلجوقیه، چه هزاران نفر دیگه که بی پول و بی خانمانن، چه تو زندان ها هستن. اینا رو باید بگیم، مردم رو روشن کنیم جهان. این بازی های اینا که آقای شرفشاهی اینا رو آوردن، شاه عزیز منو سرنگون کردن، هیچ راهش ندادن شاهنشاه رو هیچ کجا، حتی به بدبخت انور سادات بعد از سالا زدن کشتن، چون نافرمانی کردی راول. و حالا ما بیام دنبال این بازیه که برامون در میاره، این دنبال نخودسی ها نباید مردم رو بفرستیم، باید اینو بگیم قاطع همه رسانه ها در دست، وگرنه همه در خط سادات تازی یا خامنه ای یا پسرموش بسی های عراق و یا عربستان سعودی هستیم، همه شون هم یکی. بله، به هر حال رضا شاه، علت این که مردم تو خیابونا فریاد میزنن رضاشاه رضاشاه، این صحنه ها رو دیدن، میدونن که در حال
چقدر مبارزه کرد این آخونده رو از وحشت میکردن و دست رضاشاه همه تو خونه اونها قایم شده بودن کسی نمیامد. تازه خود رضاشاه یه همچی دیداری داشت رفت تو ترکیه رئیس جمهور ترکیه هم به سفارش کرد آقا اینا رو رد و پارک کن بفرستش بره اینا مزاحم پیشرفت مملکت هستن. دیدیم که رضاشاه با این مرحله تونست دانشگاه بسازه، میدانهای ورزشی بسازه و اون همه خدمات رو انجام بده، مردم از اون گیوه پوشی و دهار پادرنگی نجات داد، همه رو کفشوش کرد، شخصیت ها رو فرستاد به فرانسه، به اروپا درس بخونن، بیان به مملکتشون خدمت بکنن. اینا داستان هایی نیست که فراموش بشه، تاریخ موجوده و حد و اینی که مردم میگن رضا شاه اینی که یادش گرامی باد به خاطر اینکه به این مملکت خدمت کرد و پسرش به راستی ایران رو ساخت، متمدن کرد، ملتی سیر و از دارای همه مزایای اجتماعی بودن. مردم ایران کارمنداش هر سر سال که میشد همش رو گذرنامه میگرفتن، بدون ویزا میرفتن برای تفریح، ما مرخصیشون رو در اون بگذن. اینا الان مملکت ببینیم به چه روزی انداختن، به چه فاجعه. این مردی که این همه با امریکا مبارزه کرد ای با مذاکره نمی کنیم، حالا شربته رو خورد میگه آقا مذاکره میکنیم. آقا مردی که تو یه چیزی رو باید لااقل روش محکم واسی، نه میبینه سخت دیگه. حالا میگه امریکا مذاکره کردن، اشکالی نداره، ما تسلیم اینا نشدیم. نشدی به چی اسم این چیه؟ تسلیم نشدن، مذاکره کردی. برای که اربابت روسا بهش میگن آقا دیگه گذشتون دوره، باید بیام یه پول پله بسازیم بدهیهای ما رو هم بدیم. خیلی ممنونم آقای شرفش. یک دقیقه من یه نکته مهم رو یادآوری کنم در راستای عرایض بنده، خواهش می‌کنم توجه کن. ببینید همه تحریم 40 سال داریم حرف میزنیم، همه ما شدیم عامل بیگانه تحریم. شما که میگم نه آقای سیروس شرفش، بیا خواهم تک تک آدمایی که میان میشینن با قلم با هر چیزی تحریم، آیا میدانید تحریم یعنی چه؟ تحریم یعنی دزدیدن و راهزنی میلیاردها دلار پولهای ایران که میره تو صندوقهای خارجی ها. تحریم درست اونه که من بارها از زمان جورج بوش تا همین آقای بایدن نوشتم، نامه هم هست، جواب اونا هست، میگم آقا شما پولهای ما رو که تحریم میکنید، پولهای ایران رو مصادره میکنید، اینها رو زیر نظر سازمان ملل متحد باید پخش کنید به مردم گشنه و گدای سرزمین من که گدا شدن، گرسنه شدن. این هم بدونید که تحریم این است، باید اینو بخواید. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستا، شب و روز خوشی رو تا هفته آینده برای شما آرزو کنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزلو و سیاوش عبستا با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر.